بریم ببینیم چه خبره در فضای مجازی فوتبال کشورمون. همین ابتدا به ساکن تشکرم میکنم از کسایی که تولدمو تبریک گفتن، از کسایی که لطف داشتن و کمک مالی کردن، دمتونم گرم. و به خودم میبالم از اینکه شما اینقدر به من اعتماد دارید و این باعث میشه که من انگیزم دو برابر بشه، انرژیم بیشتر بشه. خلاصه که خیلی کیف کردم ازتون. در مورد اتفاقات لیگ برتر فوتبال کشورمون صحبت کنیم. شکایت باشگاه سپاهان و نساجی بابت استیو بوبکار، مهاجم خارجی تیم فوتبال صنعت نفت، در کمیته انضباطی رد شده و خطری آبادانیا رو تهدید نمی‌کنه. اینم پست آقای جیانی اینفانتینو با تصویری از مهدی تاج و تبریک گفته قهرمانی فوتسال کشورمون رو. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هم باشگاه تراکتور رو به دلیل فحاشی و پرتاب اشیاء توسط تماشاگران در دیدار مقابل زباهن و همچنین نقض اصول کلی رفتار به پرداخت 200 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. خب زیاد این رقم، من نمیدونم چرا 200 میلیون تومان دیگه واسه ما واقعا شده 200 میلیون هیچی نیست. سهیل مهدی هم یه مصاحبه ای داشت با شبکه خبر دیشب و گفت که با برگزاری سه هفته آخر به طور همزمان موافقت شده و بازی‌ها به صورت همزمان برگزار میشه که این اتفاق خوبیه. اینم بوسه علی دایی بر سر هوادار 98 سالشه. واقعا من این صحنه ها رو میبینم منقلب میشم، نمیدونم شما هم اینطوری هستین یا نه. پرسپولیس بد شانس بوده تو ضربات پنالتی. چرا؟ چون 20 مرتبه مسابقات پرسپولیس تو جام حذفی به ضربات پنالتی کشیده شده که قرمزا 10 بازی رو بردن و به همین اندازه هم باختن. من یه داداش دارم، داداش خیلی پرسپولیسیم هم هست، یعنی همیشه اون موقعی که دبیرستان بود، حالا من فوتبال دنبال میکردم، همیشه سردرد میگرفت سر بازی پرسپولیس اگه پرسپولیس بازی رو میباخت. هنوزم که دو آتیشه پرسپولیسیه. استوری علیرضا به ایران بند برای امیررضا رفیعی، گلر جوان پرسپولیس در آستانه بازی با سپاهان. اینا نشون میده که امیررضا مثل اینکه میخواد درون دروازه قرار بگیره. حالا میرسیم به مصاحبه عثمان ویرا. مجید نامجو مطلق مصاحبه کرده و گفته که استقلال وضعیت خوبی داره و سرنوشت قهرمانی دست خودشه. قطعا بازی با تراکتور تو تبریز یه بازی سنگینه و اگه استقلال به برد برسه 80% راه قهرمانی رو طی میکنه. راست میگه، استقلال تو وضعیتیه که حق اشتباه نداره و اگه کوچیکترین لغزشی داشته باشه امکان داره که قهرمانی رو از دست بده. اینکه سرنوشت قهرمانی دست استقلاله یه امتیاز مهم برای این تیم محسوب میشه، ولی مهم اینه که اونا بابت نتایج رقیبان استرس یا نگرانی نداشته باشن و کار خودشونو انجام بدن که باید ببینیم چه اتفاقی میفته. در نبود سدوسن حسینی مقابل تراکتور، چشمی بازوبند کاپیتانی استقلال رو بر بازو خواهد بست تا رهبری آبیا در تبریز بر عهده روز بباشه. اما مصاحبه عثمان ویرا دوست داشتید تا اینجا دکمه لایک هم بزنید. گفته همیشه بازیایی که مقابل سپاهان داشتیم سخت و حساس بوده و شاید فقط جزئیات کوچیک نتیجه بازی رو تغییر میده. بنابراین امیدوارم فردا بازی خوبی داشته باشیم و از این جزئیاتی که گفتم به خوبی استفاده بکنیم. درسته ما یه جام از دست دادیم، ولی انرژی هواداره خیلی میتونه به ما کمک کنه و امیدوارم فردا مثل همیشه کنارمون باشن. شکست همیشه تلخه، اما ما یه لیگ دیگر رو پیش رو داریم و همه تلاشمون رو میکنیم تا به چیزی که میخوایم برسیم. به نظرم اینطور که شما میگید نیست و شکست به خاطر تعویض‌ها نبود. بعد از تعویض‌ها ما 2 گل زدیم و بازیکن‌ها به ما کمک کردن. هیچ ضمانتی نیست که او بتونه فردا بازی بکنه یا نه. ما روزانه بیرانوند رو تحت نظر داریم، یه سری تمرینات داریم و امروز هم تمرینی خواهیم کرد و در آخر باید بررسی بکنیم که اون میتونه خودش رو به بازی فردا برسونه یا که نه. مدافع پیشین اینتر هم که 5 بازی ملی در کارنامه داره، در مورد اینکه مارکوس تورام، مهدی طارمی یا یوشا زیرکزی هم میتونن زوج خوبی با مارتینز در خط حمله تشکیل بدن گفته که تورام به عنوان یه مهاجم پرتحرک فضاها رو باز میکنه و به نظرم هیچ یک از اونا، حالا طارمی یا آقای زیرکزی، کار اون رو نمیتونن انجام بدن. پیشکسوت تراکتور تبریز هم مصاحبه‌ای کرده. حالا من سعی میکنم یکم حالت نوستالژی هم به ویدیو بدم و بازیای تراکتور استقلال رو ببینید. سپاهان پرسپولیس هم که بین مصاحبه های عثمان گذاشتم گفته که به نظر من استقلال در دیدار مقابل تراکتور به دنبال کسب حداقل امتیاز در تبریزه و برای تساوی به میدون میره، چرا که برای هیچ تیمی تو تبریز مقابل تراکتور بازی کردن آسون نیست. شاید تراکتور برای قهرمانی کمی امیدش رو از دست داده باشه، اما همچنان شانس کسب سهمیه آسیا رو داره و قطعا انگیزه بالایی برای برتری تو این مسابقه رو داره. برتری تو لیگ هم میتونه به روحیه و انگیزه بازیکن‌های تراکتور تو جام حذفی کمک بکنه. ببینیم چه میشه. اتفاقا سرمربی تراکتور، یعنی سرمربی فعلیشون، حمید مطهری در نشست خبری قبل از بازی مقابل استقلال گفته که صادقانه به تبریز اومدم و دنبال پست و مقام نیستم. خیلی‌ها قبول نمی‌کردن تو این شرایط به تراکتور بیان. به کار کردن در تراکتور افتخار می‌کنم. عثمان ویرا در
ادامه مصاحبهش گفته که دلیل شکست ما مقابل آلومینیوم تعویض‌های من نبود، چون به همه بازیکنام 100% اعتماد و اطمینان دارم. نفراتی که به زمین اومدن برای بهتر شدن بازی کمک کردن. قبل از اینم گفته بودم دفاع تیمی از مهاجم شروع میشه و از نفرات خط جلو تا دروازه‌مان باید در این کار مشارکت بکنن. امید نورافکن هم میدونید دیگه، یه کار غیر حرفه‌ای رو انجام داد در آستانه بازیشون مقابل پرسپولیس، یه بار دیگه این آتیشه رو شعله ور کرد و شاید باعث بشه که بین هواداری پرسپولیس و سپاهان هم یه درگیری به وجود بیاد. اینا واسه بازیکنی که داره ملی بازی میکنه، میدونم شاید من یکم انتظارم از فوتبالیست جماعت بالاست. اومدی استوری باغ وشتور گذاشت و اسمار ویرا هم گفته که یه بازیکن باید خودش رو در زمین نشون بده، اما انگار هواداری فوتبال ایران دوست دارن این اتفاقات رو، یعنی شاید مثلا با این کار امید نورافکن رو استقلالی تر بدونن، اما نه، به نظرم هواداری استقلال هوشیارتر از این ماجرا هن. یه سوالی از اسمار ویرا میان میکنن که میگن پرسپولیس 6 سال سپاهان رو در آزادی شکست نداده و آیا برنامه ویژه‌ای برای این مسابقه داری؟ آقای اسمار ویرا گفته که یه مثالی در برزیل داریم که میگه هر چقدر شما یه نفر رو نمیبرید به بردنش نزدیک میشین و هر چقدرم که شما یه نفر رو ببرید به باخت به اون نزدیکتر میشه. داده این واکنش اسمار ویرا. با اعلام محمد رجاییان مدیر عامل باشگاه آلومینیوم عراق، قرارداد مجتبی حسینی با این باشگاه تمدید شده و این مربی به جز فصل اخیر دو فصل دیگه هم در جمع اعضای تیم آلومینیوم حضور خواهد داشت. حسینی در ابتدای فصل از پیکان راهی آلومینیوم عراق شده بود. آقای رجاییان در ادامه مصاحبهش هم گفته که حالا یه سری شایعات هست مبنی بر اینکه مهدی لیموچی در تیم استقلال فصل آینده توپ بزنه، مهدی لیموچی در پرسپولیس توپ بزنه فصل آینده. گفته که اون قرارداد دو ساله با ما داره، اون یکی از بهترین بازیکن‌های ماست و در آینده نسبت به صرف و صلاح باشگاه در مورد این بازیکن تصمیم گیری می‌کنیم. الان زوده که بخوایم درباره نقل و انتقالات بازیکنی صحبت بکنیم. و گفته که چک فخرالدینی هم پاس شده، استقلال خلیج فارس پولدار شده، که حالا این واکنش آقای رجاییانه. کلا آلومینیوم با استقلال هیچ موقع رابطه‌شون خوب نشده. یعنی ببین الان آلومینیوم این همه پرسپولیس رو می‌بره، هیچ درگیری لفظی بین این دو باشگاه صورت نمی‌گیره، اما سر بازی آلومینیوم استقلال همیشه این داستانا هست. مثلا پرسپولیس سپاهان، پرسپولیس تراکتور، این اتفاقات می‌افته. آقای شهریاری مثل اینکه همه کاری استقلال شده. احمد شهریاری مسئول اغلب امور باشگاه استقلال رو بر عهده گرفته و به عنوان نماینده هلدینگ در باشگاه فعالیت می‌کنه. همچنین علی خطیرم تا پایان فصل وظایف خودش رو با هماهنگی شهریاری انجام خواهد داد. آقای فرشباف بازیکن سابق تراکتور مصاحبه کرده و گفته که تراکتور اگه میخواد نتیجه بگیره باید بسته بازی بکنه و به خط حمله استقلال فضا نده. قطعا استقلال به تبریز میاد تا برنده باشه، ولی میدونه که بازی آسونی نداره. اینم آقای یاسر المسهل رئیس فدراسیون فوتبال عربستان که با ارسال نامه‌ای به مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال کشورمون قهرمانی تیم ملی فوتسال تو رقابت‌های جام ملت‌های آسیا رو تبریک گفته. حالا من یه نکته در مورد فوتسال بگم و بحث شد. جدا از اینکه در فاصله 3 ماه تا مسابقات جام جهانی فوتسال هنوز قرارداد سال 1403 وحید شمسایی و دستیارش امضا نشده، همچنین از فروردین سال 1401 فعالیت کادر فعلی در تیم ملی فوتسال آغاز شد، مربیان در بهمن 1402 دستمزد 20 ماه فعالیت خودشون رو گرفتن و حدود 19 ماه بدون پول کار کردن. یه عجیبه دیگه، وضعیت فوتبال ما اونجوریه، فوتسالمون، فوتبال ساحلیمون. درسته که همه جای دنیا این اتفاقات هست، یعنی به فوتبال بهای بیشتری داده میشه، اما نباید این فاصله اینقدر زیاد باشه. در مورد استقلال تراکتور بگم، استقلال فردا در حالی میهمان تراکتوره که در 3 بازی اخیر خارج از خونه خودش تونسته 3 برد رو به دست بیاره. در سمت دیگه یه میدونم تراکتور تو 3 بازی اخیر خونگی خودش 2 تساوی و 1 باخت رو ثبت کرده. باختشون هم مقابل زباهن بود. اوه امروز یه مصاحبه وحشتناکی داشته سیروس پورموسوی، نمیدونم واسهتون بذارم یا نه. بذارید بگم، جواد نکونامو با هم دیگه ببینیم. گفته که با توجه به ارتباطاتی که با مردم دارم و تماسایی که با من داشتن، نشون داد که این کارها فرار رو به جلوی دوستان بود و هیچ ارتباطی به بنده و باشگاه استقلال خوزستان نداشت که بخوایم از انجام اون بازی جلوگیری بکنیم. مظلوم نمایی کردن و فکر میکنم قصدشون این بود که آرامش استقلال خوزستان رو بر هم بزنن. امیدوارم فردا بازیکنان نشون بدن که این موضوع روی اونا تأثیری نداشته. البته اگه این موضوع روی روند تیمیمون تأثیر گذاشته باشه، مطمئن باشید به زودی طوفان به پا میکنم و مسائلی رو بیان میکنم که با مدرک و مستنداته و میگم که چه کسانی قصد ضربه زدن به فوتبال خوزستان رو دارن و چه کسایی هم خیریه سوری دارن و چه کسایی از بازیکن‌ها پول میگیرن تا به فلانی و بهمانی کمک کنن و چه کسی به بازیکن‌ها میگه پول واریز کنید. با بازیکنایی که ارتباط
نداشتن به من پیامک دادن. من سعی کردم آروم باشم که به تیمم لطمه وارد نشه، که به نظرم هر مربی حرفه‌ای دیگه ای باید این کارو انجام بده، اما اگه به تیمم لطمه وارد شد به زودی همه چیز رو عنوان خواهم کرد. مصاحبه جواد نکونام رو بشنویم قبل از بازیشون مقابل تراکتور. نوید کیا سرمربی مثل رفسنجان همراه با پور محمدی مدیر عامل باشگاه مس و اعضای کادر فنی بر سر مزار مرحوم محمود حریری مؤسس باشگاه سپاهان اصفهان حضور داشت. اگه کسی میشناستش، یعنی خاطره ای داره واسه ما بنویسه. آقا بعد از جدایی یحیی گل محمدی از پرسپولیس، این مربی با باشگاه پرسپولیس به توافق رسید تا مطالباتش رو در سه قسط دریافت بکنه. اما با اینکه قسط اول از سوی پرسپولیس پرداخت شد، قسط دوم و سوم هنوز پرداخت نشده. بررسی تو این زمینه نشون میده دیروز، یعنی 10 اردیبهشت ماه، موعد پرداخت قسط سوم بوده که این کار انجام نشده. حالا اینا در حالیه که بر اساس توافق طرفین، در صورت پرداخت نشدن قسط سوم در زمان مشخص شده، گل محمدی میتونه حدود 5 میلیارد تومان به عنوان جریمه دریافت بکنه. این یعنی اگه گل محمدی از پرسپولیس شکایت بکنه، علاوه بر پرداخت دو قسط باید 5 میلیارد تومان هم جریمه بگیره، که 5 میلیارد تومان نمیدونم، شاید واسه من زیاده. بگذریم. آقا حسین پورحمیدی دروازه‌بان تراکتور تو این فصل و تا به اینجای مسابقات 13 کلین شیت داشته و با یه اختلاف کمتر نسبت به سید در جایگاه دوم برترین دروازه‌بانان این فصل قرار گرفته. حالا میتونه برابر استقلال بازی بکنه و کلین شیت بکنه و خودشو به سید برسونه. اینم آمار تقابل‌های دو تیم تراکتور و استقلال در ماه اردیبهشت. سه بازی کردن تو اردیبهشت ماه، 2 برد برای تراکتور، 1 برد برای استقلال، 0 مساوی، 9 گل زده برای تیتیا و 6 گل هم برای اس اسیا. گزارش تصویری از تمرین امروز استقلالی‌ها رو شما می‌بینید. بانک ملت هم به بازیکن‌های پرسپولیس اعلام کرده در صورت برد مقابل سپاهان 100 میلیون تومان پاداش خواهند گرفت، که انگیزه ها رو بیشتر و بیشتر میکنه. هنرنمایی مهدی قائدی ستاره ایرانی اتحاد کلبا قبل از آغاز دیدار تیمشون مقابل الوز، که مورد توجه رسانه ها قرار گرفته. يخطف هدفا للاتحاد الله على الكرة على الكعب على التمريرة والنهاية الرائعة من مهدي في المرمى هدف لمصلحة. حالا در مورد پرسپولیس گفتم، شنیده شده مدیرای هلدینگ خلیج فارس هم برای هر پیروزی پاداش ویژه‌ای برای بازیکن‌های استقلال در نظر گرفتن تا اونا با رویه خوب استقبال 6 دیدار پایانی فصل برن. رئیس هیئت فوتبال استان مرکزی هم گفته که بازی دو تیم فوتبال آلومینیوم و فولاد در قالب هفته 25 لیگ برتر فردا چهارشنبه بدون حضور هواداری تیم عراقی در مجمع ورزشی امام خمینی برگزار میشه. پوستر باشگاه پرسپولیس برای دیدار فردا مقابل اصفهان رو میبینید، All for Reds که همه برای طوفان سرخ قرمز ها، که حالا باید ببینیم چه اتفاقی میفته. راستی امروز هم بازی شمس آذر و پیکان برگزار شد، یه مسابقه جذاب و دیدنی که شمس آذریا گل اول رو زدن، بعدش پیکانیا توسط حامد پاکدل بازی رو به تساوی کشوندن. دقیقه 90-91 هم بود که حسین گودرزی موفق شد گل پیروزی بخش قزوینیا رو به ثمر برسونه. آمار بی‌نظیر واسه سعید دقیقی ها. 2-1 موفق شدن پیکان رو شکست بدن. تقابل دو مربی جوان. حالا حالا بیا پرسپولیس هم امروز عصر تمرین کرد و برای بازی فردا به اردو رفت. سرخپوشان پایتخت امروز بعد از حضور در جلسه فنی تمرین خودشون آغاز کردن و باید ببینیم که در بازی مقابل سپاهان چه اتفاقاتی میفته. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. دمتونم گرم بابت تبریک تولداتون. کلی رفیق دارم دیگه. 10,000 تا رفیق دور هم جمع شدیم در مورد فوتبال صحبت می‌کنیم و دمتون حسابی گرمه. ممنونم ازتون فعلا.